افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌المللی دانشگاه برتفورد از لندن با ما همراه شدن. آقای شاهی خوش اومدید. بریتانیا بخش دولت بایدن، دولت بایدن در آمریکا میگه سیاست‌هاش در قبال برجام با چین همسوه. معنای این چی هستش؟ آیا این سیاست واشنگتن و پکن از زمان روی کار آمدن بایدن با هم همسو شده؟ سلام، وقت شما بخیر. در ابعاد کلانترش من واقعا فکر نمی‌کنم که هیچ همسویی بین جمهوری خلق چین و ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. از نگاه پکن، جمهوری اسلامی یک فرصت هست برای تغییر بالانس قدرت در خاورمیانه به نفع چین و ادامه این نزاع و رقابت بین ایالات متحده و چین. اما در این حال این رو هم ما نمیتونیم انکار بکنیم که صرفا در چارچوب مصوبات سازمان ملل جمهوری خلق چین در یک دهه گذشته هم با اتحادیه اروپا و هم با ایالات متحده همسو بوده، اما خب این همسویی فقط در چارچوب این مصوبات می گنجه. در واقع شرایط فراتر از اون، جمهوری خلق چین دنبال فرصتی هست که این چالش های قابل توجه ایالات متحده که قسمت مهمی از اونها مرتبط هست به سیاست های خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به شکلی ادامه پیدا بکنه. تا زمانی که ظرفیت های امنیتی و ظرفیت های سیاسی ایالات متحده تا اندازه قابل توجهی در منطقه خاورمیانه در واقع مصرف میشه، فرصت در واقع برخورد قاطع تر با جمهوری خلق چین کمتر به وجود میاد. در 15 سال گذشته رئیس جمهورهای متفاوت گفتند که ما باید ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خودمون رو در منطقه کمتر بکنیم و تمرکز خودمون رو بذاریم برای مقابله با چین. اما این سیاست‌های جمهوری اسلامی، این چالش‌هایی که توسط سیاست‌های خارجی این نظام به وجود میاد در منطقه، عملاً این فرصت رو برای ایالات متحده رو به وجود نمیاره و تا زمانی که این استمرار داره، به نظر من بزرگترین کشوری که داره از این قضیه سود میبره همین جمهوری خلق چین هست. بله.